خب سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رزا هستم از چنل یوتیوب فلکس فیتنس اومدم با جای اخبار روز دنیای بدنسازی ولی خب یک خبر تلخ اون هم خبر فوت گوستاو بادل بدنساز حرفه‌ای بازنشسته در سن 50 سالگی گوستاو رو باید بشناسید در سال 2004 و 2005 سومی مستر المپیا رو توی یکی از سخت‌ترین مستر المپیا به دست آورد 2004 و 2005 سالی بود که رونی کولمن و جی کاتلر اوج رقابتشون بود و جیکاسته روز به روز پیشرفت میکرد رونی کولمن هفتمی و هشتمی قهرمانی خودش رو به دست آورد و توی اون سالها گوستاو تونست سومی مثل المپیا به دست بیاره و واقعا کار خیلی بزرگی کرد یک بدن زیبا متناسب با یک کات خیلی خوب و داشت یکی از اصلی ترین ویژگی های بدن اون تناسب و تقارنی بود که داشت و علاوه بر اون هم کات خیلی زیبایی داشت و شاید براتون جالب باشه که مربی اون توی اون سالها کسی نبود جز میلوس سارچف و اون سالها میلوس زیر بالو پر گوستاوو رو گرفت و اون رو تا سومیه مثل المپیا پیش برد حتی توی آرنات کلاسیک هم همون سال 2007 گوستاو چهارمیه به دست آورد که فیل هیس بعد از اون تونست مقام پنجمی رو به دست بیاره و یکی از بدنسازایی بود که از سال 1991 اولین مسابقه شو داد و از سال 1997 حرفه ای شد و آخرین مسابقهش سال 2012 داد البته قبلش سال 2009 توی مثل اولمپیا 13 همیه به دست آورد و از اونجا دیگه بازنشستگی خودش رو اعلام کرد ولی سال 2012 به استیج برگشت اونم هم استیج آرنود کلاسیک و اونجا هم باز 13 همیه به دست آورد بهترین قهرمانی که داشته آیرومن پروی 2006 بوده و در کل وزن روی استیج اون هولوش 245 پوند بوده و وزن آف سیزن اون تا 260 265 پوند هم پیش میرفته متولد سال 1972 هست و 2023 همین امروز فوت کرد اهل کشور ونزوئلا است توی سن 22 سالگی به پورتوریکو مهاجرت میکنه و وزن برداری رو از سن 15 سالگی شروع میکنه به خاطر اینکه بخواد ورزش بکس رو انجام بده و به خاطر ورزش بکس در کنارش وزن برداری رو شروع میکنه که بتونه یک حجم بیشتری رو به بدنش بده یکی از خاطراتی که احتمالا خیلی از ایرانیان نسبت به گوسا و بادل یادشون باشه بعد از قهرمانی هادی چوپان در سال 2019 روی استیج ونکوور پرو بود و گوسابادل یک حرکت انتقادی خیلی بدی و نسبت به هادی چوپان داشت و اون سال بعد از قهرمانی هادی چوپان در ونکوور یک پستی رو منتشر کرد و نوشت که تبریک میگم به یک فیزیک فوقالعاده بابت قهرمانیش اما نه برای من با یک دیسلایکی هم که گذاشته توی اون تصویر و یه سری اشاره ها به بدن هادی چوپان میکنه برای مثال اینکه مثلا بدن اون غیر طبیعیه منظورش به این بوده بیشتر و همون موقع خب مسلما تعداد زیادی از ایرانی ها و تعداد زیادی از طرفداران خارجی بدنسازی طرفداران هادی چوپان زیر این پست کامنت های خیلی زیادی رو میذارن و همه انتقاد میکنن بابت این حرکت گوستاوو و بعد از مدتی هم این پست پاک میشه این اسکرین شاتی که دارم بهتون نشون میدم این اسکرین که ازش موجود هست و بعد از اون حدود یک شب بعدش گوستاوو بادل یک پست دیگه رو منتشر میکنه که یک جورایی میخواسته بابت اون حرفش اصخایی کنه انگار یه مثلا یه جور دیگه صحبت کنه که بتونه نظر تو نسبت به خودش و اینجا از هادی چوپان تعریف میکنه میگه هادی یک فیزیک فوق در داشته من شخصا طرفدار پرپا قرص هادی هستم و دو سال پیش اون همیشه میگفت که اگر در المپیای 2017 و 2018 در مقابل فلکس لویز شرکت میکرد شاید داستان یه جور دیگه رقم میخورد و کلا یه سری تعریف از هدیه چوپان میکنه و یه جورایی به خاطر اینکه بخواد عذرخواهی کنه و دل بقیه رو به دست بیاره این صحبت ها رو میکنه این یکی از مباحثی بود که خیلی در مورد اون پیچیده بود و خیلی در موردش صحبت میکردن و یه مورد دیگه هم بود که خیلی جالب بود و احتمالاً دیده باشید سال 2006 اولین سالی بود که جی کاتلر بالاخره تونست رونی کولمن شکست بده جی کاتلر سالهای سال رقابت کرد فکر کنم اگه اشتباه نکنم 6 بار نایب قهرمانی مست المپیا رو به دست آورده چهار بارش پشت سر رونی کولمن بوده و بعد از اون توی سال 2006 بالاخره در نهایت تونست رونی کولمن افسانه رو شکست بده و به سلطنت 8 ساله رونی کولمن پایان بده و اونجا یکی از خاطر انگیستنی که وجود داره در مورد گوستاو بادل اون خوشحالی گوستاوا است که میشه گفت حتی از خود جی کاسر هم خوشحال تره جی یک جورایی سعی میکنه اونجا پرستیج خودشو حفظ کنه سعی میکنه یه جورایی احترام رونی کولمن رو نگه داره و خودشو آروم جلوه بده ولی خب گوستاوا چنان خوشحالی میکنه که توی تاریخ این ماندگار میشه انگار که خودش مثل المپیار برنده شده این هم یکی از اتفاقاتی بود که رخ داد ریاکشن خیلی زیادی نسبت به فوتش بود خیلی باورشون نمیشد فیلهیس تعریف میکرد که اولین مسابقه که من باش رقابت کردم توی آرنوت کلاسیک 2007 بود که و چهارم شد من پنجم شدم توی آیرون منم باهاش سال 2008 رقابت کرده بود و حتی میلوس سارشف این پستی که بهتون نشون دادم و در موردش صحبت کرده بود و فوتش و تسلیت گفته بود و خیلی ناراحت بود بابت این اتفاق چون که میلوس ارتباط خیلی نزدیکی با اون داشته و یه مربیش بوده یه مدت زمانی و به طور کلی این اتفاقی بود که افتاد و در مورد علت مرگ اونم باز خیلی حرف و حدیث زیاده قطعا دور بدنسازی موثر بوده چون یک بدنساز سنگین وز بوده توی نسلی که به شدت حجم بودن مهم بوده و قطعا سوء مصرف دارو توی اون زمان وجود داشته و اینکه و یکی از علتهایی که در مورد فوتش وجود داره اینه که خیلی من دیدم توی یوتیوب دیدم توی اینستاگرام دیدم که در موردش صحبت کردن و گفتن که یک بگراندی از مشکلات کلیوی وجود داشته توی بدن گوستاو و چند سالی بوده با این مورد درگیر بوده و احتمالا این میتونه یکی از علتهای فوتش باشه البته که میگم هنوز هیچ منبع موثق و دقیقی مشخص نشده و بعیدم میدونم مشخص بشه اما این مشکل کلیوی اولین چیز و پرتکرار موردی است که من دیدم بعضی ها توی کامنت های اینستاگرام به ترکیب مشکلات واکسن و همینطور دوروهای بدنسازی اشاره کردن این هم باز میتونه قابل توجه باشه ولی خب میگم هیچ کدوم از این صحبت ها، هیچ منبع علمی و هیچ مقاله یا موردی پشتش نیست و صرفا صحبت هایی که طرفدار توی کامنت ها کردن و پرتکرات این چیز همین مشکل کلیوی بود که چندین نفر از بدن و تحلیلگرای مهم بدنسازی نسبت به اشاره کردن به هر حال این بود از این ویدیو و خبر ناراحت کننده ای که منتشر کردیم مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید لایک کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره مرسی از شما Finishing of the runner. I got, I got, I got, I got, I got loyalty inside my DNA. Now the question is are you 3D? I got.